بشم هشم نعسه و نسلی اخ تورا سیوالانو مشه مراشاق هیلت یعقوب بزرت هشم ایدبارخ. ادامه میدیم تفسیر و توضیح شیر هشیم رو، فصل یک پاسوق پنج. میفرماید که شخورا انی و نابا بنوت یروشالایم که آهوله قدار کریوت یروشلومو. میفرماید که من سیاه هستم با وجود این ولی زیبا هستم. بنود یروشالایم ای دختران یروشالایم که آهوله قدار همچون چادرهای بیابان نشینان که سیاه هست، من هم سیاه هستم ولی زیبا هستم همچون پرده های کاخ شلوم و حمل حالا و شلوم. جامعه اسرائیل به سایر ملت ها رو میکنه و میگه من مانند زنی هستم که شوهرش او رو ترک کرده، ولی با وجود این شما مرا خوار ندارید. اگر من سیاه هستم، این سیاهی من ظاهری است، ریشه ای و ذاتی نیست، ولی ترکیب صورتم هنوز زیباست و من مثل چادرهای افراد بیابان نشین تیره شدم، چون این آفتاب و گرد و غبار بیابان من رو سیاه کرده. ولی اگر من شسته بشم همچون چادرهای شلومو، میتونم طبیعی تمیز و پاک بشم. اشاره به این مطلب رو داره که اگر من اعمالم درست نیست، ولی پدرانم ابراهام، اسحاق، یعقوب و بوتن و قدوشیم اونها صدیق بودن، و اگر گناه پرستش گوساله طلایی رو داشتم، ولی در مقابل من تورا رو قبول کردم و نعسه و نشمع گفتم. در این مورد خخامین در گمارای سنهدرین داف قوف عمود ریشون توضیح میدن که این پاسخ به این شکل میشه تفسیرش کرد: شخورا انی و نابا، یعنی سیاه هستم من ولی زیبا هستم. اینجا میفرماید کل امشخیر پاناول دیور تورا، هر کسی که خودش رو سختی میده، سیاه میکنه به خاطر مطالب تورا در این دنیا، خداوند او رو زیبا و نورانی میکنه در عالم حبا. همینی که پاسخ میفرماید شخورا انی، یعنی من از سختی و مرارتی که برای کسب و آموزش تورا تحمل کردم، قیافه من سیاه شده، ولی من زیبا هستم که موفق میشم به عالم حبا و اون زیبایی اصلی رو من به دست خواهم آورد. همچنان که در گمارای تانیت داف زین عمود ریشون در مورد ربی یهوشوا بن خننیا میفرماید که بسیار قیافه‌ای نازیبا داشت و از نظر شکل ظاهر خوشگل و قشنگ نبود، ولی دانش تورای بسیار زیادی داشت. و با وجود اینکه هستن خخامیمی که زیبا هستن و علم زیادی از تورا دارن، ولی اگر اونا زیبا نبودن، مسلماً خاخامتر و عقل و دانش بیشتری رو در تورا داشتن، چون که امکان نداره که انسان زیبا باشه و بتونه کاملاً به اون تواضع برسه، و این عدم تواضع کامل میتونه انسان رو به حالت فراموشی بیاره. پس ربی یهوشوع بن خننیا چون که زیبا نیست، علم توراش بسیار زیاده و چون تواضع بیشتری داره، پس به حالت فراموشی نمیاد. همینه که پاسخ میفرماد شخورانی، من سیاه هستم اگر زیبا نیستم و زشتم، ولی نایوا از نظر علم تورا من زیبا و قشنگ هستم. اون شلومو این پاسخ رو اینطور توضیح میده که اینکه میفرماید من سیاه هستم، این سیاهی از خارج و بیرون هست به خاطر گناهانی که کردم، ولی من سفید هستم و زیبا هستم از قلب، از درون قلب من پاکه. من نمیخواستم این گناهان رو انجام بدم و راضی نبودم و بنابراین قلب من تامه نیست. من با رضایت این گناهان ظاهری رو نکردم که قیافه من رو سیاه کرده. بنابراین با تشوبا من میتونم به یک فرد زخوتمند مبدل بشم که از این میتونه باعث بنای بیت المقدس و یروشالایم بشه. بنابراین جسم من از خارج سیاه و نازیباست که شبیه به چادرهای
بیابان نشینان که سیاه چادر اونها، ولی با وجود همه اینها درون من پاک و زیباست، با قدوشاست که من نمیخواستم گناه کنم، که این شبیه به پرده های شلومو که همون پرده های میشکان هست. پاسخ بعد، پاسخ 6 میفرماید التیر اونی شعن نیش خرخورد، نبینید مرا که سیاه هستم، شش زافتنی اشامش، یعنی نور خورشید مرا سیاه کرده و من برونزه شدم. به نیمین نیخروبی، یعنی فرزندان مادرم، منظور ایروراب هست که با من مثل دشمن رفتار کردن، عصبانی شدن از من و سامونی نوت را اتکرامیم، من رو قرار دادن که تاکستان اونها رو نگه دارم، یعنی بوت اونها رو بپرستم، من رو به گوسال پرستی کشیدن و کرمیشلی لو ناتارتی، من تاکستان خودم، خدای خودم رو متاسفانه نگه نداشتم و او رو از دست دادم. میخواد به ما بگه که نگاه من نکنید که من به خاطر گناهم فردی سیاه شدم. من سیاه پوست نیستم، ذاتاً من سیاه نیستم، بلکه سیاهی من از خورشیده که به من تابیده، و اشاره به بدی گناهی که در دست منه، ولی این موقتیه چون که ذاتی نیست و من میتونم به راحتی تشوبه کنم و برگردم و پاک و تمیز بشم. توضیح دیگری که اینجا هست میفرماید که من بین اهالی سرزمین مصر بزرگ شدم، افراد زیادی از اونها با من از مصر خارج شدند و با ما مخلوط شدند و این اونها بودند که من رو منحرف کردند و من نتوانستم تورا و شریعت خودم رو نگه دارم. پاسخ بعد، پاسخ 7 میفرماید که هگی دالیش آهوا نفشی، به من بگو، اطلاع بده به من که منی که تو رو دوست می‌دارم چگونه حاضر شدی خداوندا من رو بین گوسفندان دیگه به چرا ببری، یعنی من رو در کنار ملت‌های بت‌پرست قرار بدی. اخاطر بیس بساهوراین، چگونه خداوندا حاضر شدی که من بخوابم این گله گوسفند تو در زور که بدترین زمان برای گوسفندان موقعی که آفتاب در شدت خودشه، که اشاره به زمان گالوت داره. شلاما اتیه که اوت، یا چرا من مثل یک فرد عزادار باشم در کنار گله های گوسفند دوستان تو، یعنی چگونه من میتونم در کنار ملت‌های بت‌پرست زندگی کنم و به ایمان من لطمه‌ای وارد نشه. پاسخ بعدی، پاسخ 8 میفرماید ایملوت دیلاخ، خداوند به ما جواب میده، میگه آیا تو نمیدونی حیافا بناشیم، ای تو که زیباترین زنها هستی، عزیز خداوند هستی، ای جام اسرائیل، سئیلاخ به ایقوه اسون، تو باید خارج بشی در جای پای گوسفندان، یعنی ابوتن و عقدوشین، پدران مقدست رو باید در نظر بگیری و راه اونها رو دنبال کنی. اوری ات گدی و تعیق، و بچه های تو، بزغاله های تو باید در راه اونها قدم بردارن، و در این صورت اون وقت تو میتونی در کنار میشکنو تاراییم، یعنی مساکن چوپان ها، یعنی ملت های دیگه زندگی کنی و تو آسیب و خطر ایمانی برای تو به وجود نیاد. یعنی وقتی تو دنبال روی ابوتن و عقدوشین باشی، در اون صورت تو میتونی نگهداری خودت رو از هر گونه گناه، با وجوده که در کنار ملت های دیگه قرار داری. خواهمیم توضیحات مختلفی رو روی این پاسخ دادن. یکی از توضیحات اینه که میفرماید ایملوت دیلاخ، آدمی که فکر میکنه که همه چیز رو بلده و کامله، این از کمال به دوره و هیچ وقت به حد تکامل و کمال نخواهد رسید. ولی کسی که میدونه که نمیدونه، یعنی از نادانی خودش باخبره، این آدم در ابتدای راه کماله و در هر لحظه سعی میکنه که اطلاعات و آگاهی های خودش رو در تورا و معنویت بالا ببره و به کمال اخلاق و تقوا برسه. همینه که پاسخ میفرماید ایملوت دیلاخ، اگر تو نمیدونی، یعنی ندانستن خودت رو قبول داری و دنبال یاد گرفتن هستی،
اون وقت حیافا بناشیم، تو زیباترین زنها خواهی بود، تو میتونی به اون زیبایی معنوی و کمال دست پیدا کنی. تفسیر دیگری که میفرماید در این پاسخ اشاره به مطلبی است از مسخت مکوت و همینطور درخلس ربا که خخامی فرمودن کل آروه دور اروا، هر کسی که نکته نادرستی رو، منظره غیر شرعی رو میبینه و چشمش رو میبنده و لذت نمیبره از این منظره و اینو زان ات اناف میمنو، یعنی لذت به چشمانش نمیده، تا چشمش افتاد زود چشماش رو میبنده. این موفق میشه که روی شخینا رو ببینم، تو که در یه شعیه لگ میفرماید و اسم اناف مرعوت برا، کسی که چشمانش رو از دیدن به بدی چیزهای نادرست و آسور میبنده، پاسخ ادامه میده هو مرومام ایش کن، اون در بلندی ها ساکن خواهد شد. و همینطور پاسخ در ادامه میمیسه که ملخ به یفیوت خزینا انخا، یعنی پادشاه عالم رو با زیباییش چشمان تو خواهد دید. پس اینجا ما یاد میگیریم کسی که جلوی چشماش رو میگیره، چشماش رو نگه میداره و درویش میکنه، موفق میشه که روی شخینا رو ببینه و این مزد بسیار بزرگ و بی حد و اندازه ایست. و این آدم خونده میشه قادش، همونطور که در تلمود یروشلمی اومده پیوست داده مسئله عرایوت رو در آخر پاراشای اخرموت به پاراشای بعدی پاراشای قدوشیم، میخواد بگه هر کسی که از مهارم مسائل جنسی و زنوت جدا میشه و چشمهاش رو میبنده و بدنش رو از این گناهان دور میکنه، این فرد قادش خوانده شده. این در گمارای یواموت اومده. همونطور که اینجا پاسخ میفهماد این لوت دیلاخ ایافا بناشیم، اگر تو چشماتو میبندی و نگاه نمی کنی به زنها، یعنی زنها رو نمیشناسی، نمیدونی، خبر نداری از اونها، به دنبال اونها نیستی، سئیلاخ به ایقوه اسون، تو میتونی خارج بشی در پی پای ابوتن و عقیدوشیم که اون پدران مقدس ما هستن و همونطوری که اونا موفق به دیدن نور شخینا میشن، تو هم به خاطر اینکه جا پای اونها گذاشتی موفق میشه که روی ملخ ماشیه رو در زمان آبادی بیت المقدس که به زودی خواهد بود ببینی. جمله سه ایلاخ به ایقوه اسون، یعنی خارج شد در جای پای گوسفندان، یعنی ابوتن و عقیدوشیم، یعنی در مقابل گدایوت، یعنی بزغاله ها، گوسفندان پدر هستند و اشاره به ابوتن و عقیدوشیم داره که تو باید مثل اونها عمل کنی. میفرماید که اشاره به خصلت های خوب داره در عبادت هشم که ما در پیرقابوت میخونیم فصل 5 میشنای 21 که یهودا بن تما میفرماید که به از کنامل به قلب کنشر به راست کسبی و گیبر کو علی لعسوت رسون آویخا، یعنی قوی باش همچون ببر، سبک بال همچون عقاب و دوان همچون آهو و پهلوان همچون شیر، برای که میل خداوند رو انجام بدی. راشتبوت این چهار خیا و حیوانی که اینجا گفته میشه سون و صادیکش میشه سوی یعنی آهو، آلفش میشه اریه یعنی شیر، نونش هم اشاره به نامر و نشر داره، به ببر و عقاب. ابن شلوبا اینطور توضیح میده که تو از درس گرفتن از این چهار تا حیوان میتونی این چهار خصلت رو از اونها یاد بگیری و در راه هشون استفاده کنی ازش. پاسخ 9 میفرماید لسوساتی بریخ به پرو دیمیتیخ رعیاتی، یعنی به اسبهای مرکب پرعو شبیه کردم تو را ای محبوب من، یعنی خداوند ما رو به اسبهای مرکب پرعو تشبیه میکنه و هنگامی که در کنار دریا در مقابل مرکبهای پرعو تو در خطر بودی، به سوی من فریاد کشیدی، من صدای تو رو شنیدم و اسحاق اسرائیل الهشم تفیلا خوند و فریاد کشید جماعت به سوی هشم و این مرکب ها و این اسب ها رو دید و من خداوند میفرماید به تو شتاب کردم و عجله کردم. دیمیتیخ رعیاتی، دیمیتیخ از معنی آرام کردن هم میشه که من تو رو آرامت کردم، تو رو نجات دادم و از دریا رد شدی در حالی که دریا خشک شده بود. و میفرماید توضیح دیگه این که به تمام دنیا نشون دادم که تو رو دوست دارم و تو قوم من هستی، همچون پادشاهی که به همه اعلام میکنه که ملکه و همسرش رو بشناسن. جامعه اسرائیل
از خداوند میپرسه که خدایا گئولا کیه، نجات اصلی و ابدی کیه؟ هشم جواب میده که اون گئولایی که برای شما در آخر از زمان خواهد اومد شبیه گئولای مصره. همونطوری که بعد از اینکه پرعو فشار زیادی آورد همه شما رو تعقیب کرد، شما هیچ راه فراری نداشتید، از جلو دریا بود و از پشت سر پرعو و لشکریانش، ولی نجات برای شما نازل شد در همون نهایت سختی. و میفرماید زمان ماشی هم به همین صورت خواهد بود. اگر تو میبینی سختی ها زیاد شده، گمارای سنهدرین داف 98 صادیک خط میفرماد روی اول، همچون رودخانه ها اگر سختی های توست تو منتظر باش. این یاوو کنار سر رو اخشم نسه سابو، اگر که مثل امواج خروشان و پرشتاب رودخانه ها سختی به سوی تو اومد، بعد میگه اووا گوئل لسیون گوئل، به جماعت ما نجات و فرج خواهد رسید. یعنی این سختی ها سختی هاییست که قبل از زمان ملک ماشی هم میاد و مثل زنی که میخواد بچهش رو به دنیا بیاره، اون دردش به نهایت میرسه و بچه او به دنیا میاد. و برای خلاصی از این رنج ها باید که ما به آموزش تورا و گمیلوت خسادین بیشتر از گذشته مشغول بشیم. هاراو ایلان قادوش شلیتا از قول مفارشیم توضیح میدن که این چه تشبیهیست، چطور امکان داره که شلوم عملخ که پادشاه عاقل تر از هر آدمیست همسرش رو به اسب تشبیه کنه، چه ارتباطی وجود داره؟ یا از قول هشم داره میگه که خداوند ملت اسرائیل که زن خداست به اسب تشبیه کرده. بایسته که این رو ما بر طبق پاسخی که در پاراشای بشلخ داریم توضیح بدیم که میفهمد و تعلاه میریام، میریام به اونها جواب داد شیرو لدونای که گا و گا سوس به رخ برام بیان. سرود بخوانید به درگاه هشم زیرا کارهای غرور آفرین انجام داد، اسب و مرکبش رو در دریا انداخت. اینجا میفرماید چه جوابیه؟ مگه کی سوال کرده که میفرماید و تعلاه میریام به اونها جواب داد میریام؟ چه سوالی مطرح بوده که اینجا لازم به جواب دادنه؟ و دیگه اینکه از تمام سرودی که در آزیاشیر هست چرا فقط این جمله رو، این پاسخ رو میریام نویا انتخاب میکنه که گا و گا سوس به رخ براما بیام؟ زیرا خداوند کارهای غرور آفرین انجام داد، اسب و سوارش رو به دریا انداخت. مفارشیم توضیح میدن که چرا اسبهای لشکر پرعو در دریا غرق شدن. سوارکار که سرباز پرعو بود خلاف میکرد، اسب چه گناهی داشت؟ بلکه بایستی بگیم که این اسب کمک میکنه به فرد گناهکار و خاطی، بنابراین اسب هم جریمه میشه، همونطوری که سوار غرق میشه اسب هم غرق میشه. و اینک معلومه که خصلت خوبی و لطف خدا و پاداش خیلی بیشتر از اون مجازات و مکافاته، که اگر کسی به گناه کمک میکنه مثل خود فرد خاطی است، شریک گناه حساب میشه. صد البته کسی که به میسوا و عمل نیک کمک میکنه مثل خود کسی است که میسوا رو انجام داده و حتما مزد زیادی میگیره. و ما میدونیم که تمام هدف خروج از مصر به خاطر این بوده که جامعه اسرائیل تورا رو قبول کنن و وظیفه اصلی آموزش تورا بر عهده آقایون هست. خانوم هم باید به هلاخایی که مربوط بهشون هست آموزش ببینن و یاد بگیرن، ولی چون اونا بچه داری دارن و کار خونه دارن یه مقداری مسئولیت اونا کمتره. وظیفه اصلی آموزش تورا به آقایون هست. و همینطوری که میان خانم ها پیش میریان و سوال میکنن، میگن خب ما چرا سرود بخونیم؟ آقایون از مصر خارج شدن که تورا رو قبول کنن و اونا شادیشون بسیار زیاده، ولی ما چی؟ ما که خیاب مثل آقایون به آموزش تورا نیستیم. میریان به اونها جواب میده، میگه شما هم باید سرود بخونید، همونطوری که اسب و سوار پرعو به دریا افتاد، اسبها هم چون کمک به گناه کردن جریمه شدن، صد البته شما که کمک به آموزش تورای شوهرانتون و فرزندانتون میکنید شما قطعا مزد میگیرید، پس شما هم باید سرود بخونید. پس این جواب سوالی است که میریام هنویا به خانم ها میده. این پاسخ همین رو داره میگه، لسوساتی به اسب مرکب پرعو شبیه کردم تورا همسرم،
یعنی اون زنی که کمک میکنه به شوهرش برای آموزش تورا، اون زن هم حتما مزد خواهد گرفت، همچنانی که اسب پرعو جریمه شد به خاطر کمک به سوارش که میخواست خطا کنه و اسرائیل ها رو از بین ببره حسب شالوم. و چون که خصلت خوبی بیشتره از جریمه و مکافات، صد البته که خانم ها مزد زیادی میگیرن و اینجا میخواد مزد افرادی رو که کمک به میسوا میکنن نشون بده و اهمیتش رو بالا ببره. بنابراین ما دلیل این شباهت رو متوجه شدیم و درک کردیم. پاسخ 10 میفرماید که ناوو لخایخ بتوریم سوارخ بخروزیم. ناوو یعنی برازنده رخسار و گونه توست اون گوشواره های زیبا، یعنی وقت تو این گوشواره های زیبا رو به گوشت آویز میکنی، رخسار و گونه تو ناوو یعنی برازنده میشن. ناوول خایخ بتوریم سوارخ بخروزیم. قسمت سوارخ بخروزیم اشاره به گردن بندی میکنه که به گردن توه و زیبایی تو رو صد چندان کرده. راشیزال میفرماید که اون گردن بندی که در زمان غرق شدن مصریان اون رو تاراج بردی و به گردن خودت آویز کردی، این به تو میبرازه. تمام اون تاراشی که در کنار دریا از مصریان به دست آوردی برازنده توه. و میدراش میفرماید که هنگامی که قوم اسرائیل از مصر خارج شد، خداوند به موشه فرمود چه زیباست آشکار شدن تورا و کلامم برای ملت خودم، و دستورات من برای او مانند نگهبان و دهانبنده و او را از راه کج محفوظ میکنه. پس این گوشواره ها و گردنبند ها حالت یک مانعی داره، یک دهنبند و نگهبانیست برای اینکه جامعه اسرائیل به گناه رشید کشیده نشه. ابن شلومو لغت توریم رو معنی میکنه به دو تورا، همونطوری که شیرشین ربا توضیح میده. ناوو لخایخ بتوریم، لغت بتوریم میگه شنه توروت، توراش بیختا و تورای شبلپه، تورای شفاهی و تورای کتبی. اگر کسی یکی از این تورا رو قبول داشته باشه، فقط تورای کتبی، میگه من میشنا و گمارا رو قبول ندارم، این فرد مثل قراییم هست که هیچ فایده ای نداره. اصل اینه که بتوریم، تو با دوتا تورا آشنا باشی، هر دوش رو قبول داشته باشی، چون که تورای شفاهی توضیح تورای کتبیست و بدون تورای شفاهی نمیتونیم ما تورای کتبی رو بفهمیم. پس هر دوش باید با هم ملحق بشن و با هم دیگه میتونه یک برداشت صحیح رو برای ما به همراه داشته باشه. اینکه پاسخ میفرماید ناوول خایخ بتوریم، یعنی چه موقع تو زیبا هستی با این توریم که دوتا تورا رو داشته باشی. توریم جمع تور یا توراست، تورای شفایی و تورای کتبی. و که گردن تو زیباست، اون موقعی که از گلوی تو صدای تورا و داراش تو خارج میشه، یعنی اومدی بخروزیم، اینها رو با هم آمیخته کردی، تورای کتبی و شفایی رو، و اون وقت معنی واقعی و درست تورا رو درک کردی و میتونی روش داراش کنی. خروزیم از خارز میاد، یعنی قافیه درست کردن، مرتب کردن، در هم کنار هم قرار دادن و ترتیب و نظم دادن. اینجا هم تورای کتبی و شفایی با هم منظم و مرتب خواهد بود. پاسخ 11 میفرماید تورزاب نعسلاخ این نقودوت حکاسف، یعنی زیورالات طلا درست میکنن برای تو با اسباب های قشنگ نقره. هشم میفرماید این خواست من بود که قلب پر و سخت بشه و به دنبال تو به دریای سرخ بیاد و غرق بشه، تا اینکه طلا و جواهراتی که به همراه برده پس از بین رفتنش تو مالک اونها بشی و اینها رو به دست بیاری. پرعو وقتی که میبینه اسرائیل ها رفتن و بر نمیگردن به مصر، خزانه خودش رو باز میکنه و به تمام سربازان خودش میگه طلا و جواهرات رو بردارید تا بریم به دنبال جامعه اسرائیل. و اونها بدونه که بخوان اونها برگردن به خونه، رفتن به دنبال اسرائیل ها و نهایتا در دریا غرق شدن همراه با طلا و جواهراتشون. و بعد از اینکه دریا همه اونها رو بیرون ریخت، همه این ثروت نصیب جامعه اسرائیل شد. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین.